در اولین بحث CCNA ورژن 3 ما میخواییم ورود پیدا کنیم به مقدمات شبکه های کامپیوتری و شبکه های TCP/IP. همونجور که میدونید هدف شبکه های کامپیوتری ایجاد ارتباطه. ارتباط برای اینکه بتونید فایل منتقل کنید، ارتباط برای اینکه بتونید تصویر منتقل کنید، ارتباط برای اینکه بتونید ویدیو منتقل کنید، وایس منتقل کنید، پرینترتون رو شیر کنید، به اینترنت متصل بشید. ما میخوایم یاد بگیریم توی درس شبکه‌های کامپیوتری چجوری این ارتباط شکل میگیره، چجوری این ارتباط اتفاق میفته. مثل هر موضوعی اگر ما بیایم اون رو بخش بندی کنیم، به قسمت‌های کوچکتر تقسیم بکنیم و هر قسمت رو به صورت مجزا مورد بحث و بررسی قرار بدیم، احتمالاً درک بهتری از موضوع پیدا خواهیم کرد و بهتر میتونیم تحلیل بکنیم ارتباطات رو تو شبکه‌های کامپیوتری. این کار رو در ابتدای امر مدل OSI استاندارد ISO توسط مدل OSI انجام داد و شبکه رو اومد به 7 لایه تقسیم کرد و بعداً به صورت واقعی تر مدل TCP/IP اومده به تعداد لایه‌های کمتری اون رو تقسیم کرد که با دنیای واقعی نزدیکتر بود. ما سعی خواهیم کرد که تک تک این لایه ها رو با هم مورد بررسی قرار بدیم که هر لایه اون بخشی از شبکه های کامپیوتری که وظایف اون لایه رو هندل میکنه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اینکه هر لایه وظیفه‌اش چیه، چی کار میکنه، چجوری اون کار رو انجام میده، اینا مطالبی که توی لایه‌های مختلف شبکه مدل OSI و مدل TCP/IP با هم می‌خوایم یاد بگیریم. اگر بخوام بحث رو از لایه بندی شروع بکنم، من از خودم و از شما سوال می‌کنم برای اینکه ما بتونیم دو نقطه رو یا چند نقطه رو به هم دیگه متصل بکنیم، یا بهتر بگیم چند کامپیوتر رو به هم متصل بکنیم، اولین چیزی که بایستی وجود داشته باشه چیه؟ احتمالاً هممون موافق این موضوع هستیم که برای اینکه ما بتونیم یک ارتباطی بین چند تا نود، اینا اگر فرض کنیم کامپیوتر هست، داشته باشیم، بایستی بین اینها یک مدیایی وجود داشته باشه. یه مدیایی که بتونه اینها رو با هم دیگه متصل بکنه. مدیا میتونه با سیم باشه یا وایرد باشه یا میتونه بی سیم باشه. پس اولین چیزی که موافقیم بایستی توی ارتباط ایجاد بشه مدیاست. توی مدل OSI به اولین لایه یا پایین ترین لایه‌ای که ارتباط بین چند نود رو برقرار میکنه لایه فیزیکال گفته میشه. لایه فیزیکال یکی از کامپوننت های مهمش مدیاست، ولی همش مدیا نیست. اگر بخوام یک تعریفی از لایه فیزیکال داشته باشیم و اینکه لایه فیزیکال توی ارتباطات شبکه‌های کامپیوتری چه کاری انجام میده، میگم لایه فیزیکال هر آن چه که لازم هست شما بتونید بین دو نقطه یک سیگنالی رو منتقل بکنید. پس وظیفه لایه فیزیکال انتقال سیگنال از نقطه به نقطه دیگه است. خب برای انتقال سیگنال شما مدیا نمیخوای، شما کانکشن به اون نودا نمیخوای، یعنی مثلا یه کانکشن به این نود، یه کانکشن به این نود، یه کانکشن به این نود، یه کانکشن به این نود. اینکه دیتاتون چجوری باید به سیگنال تبدیل بشه، اینکه سیگنالتون چجوری باید کد بشه و بعد بتونه منتقل بشه، اینا همه مباحثی که توی لایه فیزیکال مورد بررسی قرار میگیره. اگه تعریفی که کتاب کرده نسبت به لایه فیزیکال رو با هم نگاه کنیم، میگه This layer defines the physical characteristics of the transmission medium. مشخصات فیزیکی مدیوم including کانکتورها، پین اوت، پین یک وصل به پین یک این، پین دو وصل به پین دو این، use of pin،
electrical current جریان سیگنال الکتریکی encoding چجوری کد میشه و منتقل میشه، light modulation توی انتقال آنالوگ چجوری نور منتقل میشه و مباحثی که مرتبط میشه با انتقال سیگنال بین دو نقطه. ما استانداردهای فیزیکی مختلفی داریم توی دنیا. حتما این سوال براتون پیش میاد که چرا انواع استانداردهای فیزیکی داریم، این استانداردهای فیزیکی چی هست؟ اینکه چرا ما انواع استانداردهای فیزیکی داریم به خاطر اینکه استانداردهای فیزیکی مختلف میتونن سیگنال رو با سرعت متفاوت توی فواصل متفاوت منتقل کنن. یک استاندارد فیزیکی میتونه سیگنال رو توی فاصله کوتاه و سرعت کم منتقل کنه، یکی توی فاصله کوتاه و سرعت زیاد، فاصله زیاد سرعت کم، فاصله زیاد سرعت زیاد، و این چون نسبیه انواع استانداردهای فیزیکی شکل گرفته. استانداردهای فیزیکی که رو بستر بیسیم کار میکنن، استانداردهای فیزیکی که رو بستر باسیم کار میکنن. من برای اینکه بحث لایه فیزیکا رو ببندم، چه بسا که ما تو بعد تو درس شبکه‌های کامپیوتری خیلی دنبال این لایه نیستیم، من میتونم تو شبکه‌های لن مثال بزنم که شما بیشترین آشنایی رو باش دارید و بیشتر از همه باش در ارتباطید. شبکه‌های لن باز خودش دو نوعه، نوع باسیم داره و نوع بیسیم داره. شاید همه اون با بیسیماش بیشتر آشنا باشیم، برای اینکه تو خونه هامون هم باش در ارتباطیم. استاندارد 811 A, B, G و N اینا استانداردهای فیزیکی هستند که به صورت بیسیم میتونن سیگنال رو انتقال بدن. مثلا 811 G یا 811 N که امروز تو خونه ها خیلی استفاده میشه، مثلا میتونه تو مسافت چند ده، اونی که نسخه خونگیشه میتونه تا چند مسافت چند ده متر رو تا سرعت مثلا تو 811 G 54 مگابیت پر سکند، 811 N تا حتی 300 مگابیت پر سکند سیگنال رو برای شما منتقل بکنه. توی وایر که همین شبکه‌ای که احتمالا تو محل کارتون بهش متصل هستید یا تو دانشگاهتون بهش متصل هستید، استانداردی مثل 100 بیس تی که سرعت 100 مگابیت پر سکند رو روی کابل تویستد پیر به شما میده، 1000 بیس تی سرعت 1000 رو روی کابل تویستد پیر به شما میده، و مواردی هم داریم که مسافت های طولانی تر رو میتونه مثلا روی فیب در اختیار شما قرار بده، مثل 1000 بیس SX، مثل 1000 بیس LX، مثل 1000 بیس ZX که شما شاید کمتر به صورت مستقیم باش مواجه هستید. ولی چیزی که توی خونتون، تو دانشگاهتون، تو محل کارتون، توی باسیم احتمالاً باش در ارتباط هستید 100 بیس T یا 1000 بیس T خواهد بود، و چیزی که تو خونتون و توی محیط آزاد دانشگاه محل کارتون ارتباط رو با شبکه میگیرید از طریق استاندارد فیزیکی 811 G و 811 N که معمول ترین و معروف ترین اون هست و امروز داره مورد استفاده قرار میگیره. پس لایه فیزیکال اولین نیاز توی شبکه های کامپیوتری برای ایجاد ارتباط، هدفش چیه؟ انتقال سیگنال. چه چیزایی رو پوشش میده؟ مدیوم، کانکتور، پین اوت، سیگنالینگ، انکودینگ، اینا مباحثی که توی لایه فیزیکال میگنجه. چی به ما میده به عنوان متخصص شبکه؟ اینکه میتونه سیگنال رو توی مسافت مشخصی و با یک سرعت مشخصی برای شما منتقل بکنه که شما به حسب نیازتون اون استاندارد فیزیکی متناسب رو انتخاب میکنید. مثلا روی موبایل نیومدن تا حالا استاندارد 1000 بیس تی بذارن، شاید به خاطر اینکه مثلا اون کالکتورش سایزش بزرگه، یا شاید به خاطر اینکه هزینهش گرونه، یا شاید به خاطر اینکه ما اون مقدار سرعت رو لازم نداریم، به جاش مثلا بلوتوث مثلا ممکنه نیاز ما رو
برآورده بکنم. همونجوری که گفتم استاندار فیزیکی تمرکز ما در شبکه‌های کامپیوتری نیست. واقعیت اینه که ما تو شبکه‌های کامپیوتری عمده تمرکزمون توی لایه‌های دیتا لینک، لایه نتورک و لایه ترانسپورت خواهد بود. که به مرور می‌خوام ببینیم بقیه لایه‌ها چه کاری برای ما انجام میدن. لایه دیتا لینک چی کار میکنم؟ برای اینکه سوال رو پاسخ بدیم اینکه لایه دیتا لینک چی کار میکنه، به این سوال میپردازیم که لایه فیزیکال چی کار میخواید بکنه که نمیکنه. میگم لایه فیزیکال نمیتونه دیتای منو منتقل کنه. میگی چرا نمیتونه دیتای منو منتقل کنه؟ میگم لایه فیزیکال دیتای منو میتونه به سیگنال تبدیل کنه و منتقل کنه، ولی این برای انتقال دیتا کافی نیست، یه چیزهای دیگه هم لازم داریم. مثلا چی لازم داریم؟ مثلا ما لازم داریم که اگر اینجا مثلا این نود A باشه، این نود B باشه، این نود C باشه و این نود D باشه، من یه جوری بایستی اعلام بکنه نود آ وقتی میخواد دیتا رو منتقل کنه، یه جوری باید انتقال اعلام بکنه که میخواد به سی منتقل کنه، نه به بی و به دی. در غیر این صورت اگر سیگنال رو بذاره رو مدیوم، هم بی میگیره، هم سی میگیره، هم دی میگیره. چه جوری بایستی متوجه بشن که این دیتا مال کیه؟ به عبارتی استاندارد فیزیکی معمولا سیستم آدرس دهی نداره، آدرس دهی نود رو هندل نمیکنه، ولی این یه نیاز برای من. اگر سیگنال شما منتقل شد تو را نویزی شد، گیرنده نباید تشخیص بده این دیتا نویزیه، چیزی که ارسال شده با چیزی که دریافت شده متفاوته. اگر گیرنده دیتا رو گرفت، نباید بدونه توی دیتا چیه قبل از که بازش کنه. بنابراین به این نتایج میرسیم که دیتایی رو که میخوایم منتقل کنیم، یعنی دیتایی که میخوایم تبدیل به سیگنال بکنیم، دیتایی که قرار منتقل بشه و تبدیل به سیگنال بشه، یک سری سربار روی هدر و یا روی تریلر بایستی بهش ایجاد بشه، بهش اضافه بشه، که این میتونه اطلاعاتی مبدی برای اینکه آدرس مبدا کیه، آدرس مقصد کیه، کدی که بر اساس اون بتونیم تو گیرنده تشخیص بدیم دیتا نویزی شده یا دیتا نویزی نشده، اینکه محتویات این دیتا چیه، توی سربارهای هدر و تریلر میتونه اضافه بشه. حالا وقتی ما میخوایم یک سری سربار اضافه کنیم، چجوری اینا رو اضافه کنیم؟ اول آدرس مبدا بذارم، بعد آدرس مقصد بذارم، بعد بگم توش چه خبره؟ اول آدرس مقصد بذارم، بعد آدرس مبدا بذارم، بعد دیتا بذارم، بعد کد مثلا تشخیص خطا بذارم یا تشخیص نویز بذارم؟ چگونگی چینش دیتا یا اصطلاحاً فریمینگ یکی دیگه از چیزایی که نداره استاندارد فیزیکی. استاندارد فیزیکی میگه دیتا تو بده، من تبدیل به سیگنال میکنم، منتقل میکنم. اینکه از کی اومده، به کی میخواد بره، اینکه گیرنده بتونه تشخیص بده نویزی شده یا نشده، اینکه بتونه تشخیص بده که توش چه خبره، اینکه بتونه ساختار رو درست بخونه، اینا همه چیزایی که تو لایه فیزیکال وجود نداره و این باعث میشه که ما نتونیم واقعا دیتا منتقل بکنیم، نتونیم تو مقیاس بزرگ و به صورت جدی دیتا منتقل بکنیم. لایه دیتا لینک اومد که این کارا رو انجام بده. لایه دیتا لینک توی این شکل چه تو مدل TCP/IP چه تو مدل OSI، هدفش انتقال دیتا روی یک مدیاست. ما انواع پروتکل ها
در لایه دیتا لینک داریم، مثل استانداردهای فیزیکی که تو لایه فیزیکال داشتیم. اما یکی از معروفترین اون که شما خیلی خوب میشناسید چون به صورت روزمره باش در ارتباطید، اینترنته. که هم روی انواع استانداردهای فیزیکی با سیم و هم روی انواع استانداردهای فیزیکی بی سیم میتونه دیتا شما رو روی بستر فیزیکی منتقل بکنه. اینکه چند تا اسم هم به زبون آورده باشم و بهتر اترنت رو به یاد بیاریم، مثلا سیستم آدرس دهی تو اترنت مک آدرسه، هر نودی آدرس مک آدرس 6 بایتی داره. بریم نگاه کنیم آدرس من چجوریه. مثلا تو سیستم وایلس من این سیستم، این مک آدرس منه، یا فیزیکال آدرس هم مثلا بهش میگن، که 12 رقم هگزادسیمال که هر دو رقم هگزادسیمال یک بایت رو تشکیل میدن و 6 بایت سیستم آدرس دهی من رو تشکیل میده. یا توی اینترنت سیستم تشخیص نویز با CRCه. یا توی اینترنت یه چیز دیگه داریم، سیستم کنترل دسترسی به مدیا. اینکه ما نباید اجازه بدیم نود آ و نود بی، نود سی و یا نود هر کدوم از اینها دو تا نود همزمان سیگنال منتقل بکنه، چون اینا مثلا تو یه میدیان و اگه دو نفر همزمان سیگنال منتقل بکنه باعث میشه سیگنالشون با هم کالیژن رخ بده. ما باید کنترل کنیم دسترسی به میدیا رو. اینترنت این کار رو انجام میده توسط CSMACD. سیستم فریمینگش چجوریه و چگونگی بسته‌بندی دیتا، آدرس مقصد کجاست، آدرس مبدا کجاست، این که محتویات دیتا چیه، سیستم این که چجوری اون کدی که نویز رو بتونه تشخیص بده، اینا کجای در حقیقت این دیتا قرار میگیرن، یا اصلا فریمینگ به چه صورته، 823 استانداردی که برای فریمینگ اینترنت در نظر گرفته شده. بنابراین اینترنت رو از اونجایی که شما تجربه قبلی باش دارید بهتر میتونید یه درکی از لایه دیتا لینک پیدا بکنید. پس تعریف یا وظیفه لایه دیتا لینک رو یه بار دیگه با هم اگر نگاه کنیم، میگه لایه دیتا لینک هدفش Like the TCP/IP data link layer, this layer defines the protocol for delivering data over a particular single type of physical network. هدف لایه فیزیکال، هدف لایه دیتا لینک انتقال دیتا روی یک بستر فیزیکیه. یعنی شما با لایه دیتا لینک نمیتونی از اینجا از روی کامپیوتر خودت وصل بشی به گوگل، اون رو بستر فیزیکی شما نیست. نمیتونی وصل بشی به کامپیوتر خونه دوستت، شما توی این خونه، دوستت توی خونه دیگه، و اینا رو بخوای به هم دیگه متصل بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه ما انواع پروتکل های لایه دیتا لینک داریم و هر پروتکل لایه دیتا لینک سیستم آدرس دهی، سیستم فریمینگ یا بسته‌بندی، سیستم فریمینگ، سیستم تشخیص خطا، سیستم تصحیح خطا و اصلا مکانیزم خودش رو داره. شما نمیتونید مستقیما یه نود بی سیم رو به یه نود با سیم وصل کنید. شما نمیتونید یه نودی که سیستم آدرس دهی اینترنت با یه نودی که سیستم آدرس دهیش یه چیز دیگه است رو به هم دیگه متصل بکنید. گوگل مثلا نمیدونم پروتکل های دیتا لینک و فیزیکالش چیه، اونم نمیدونه پروتکل های دیتا لینک و فیزیکال من چیه، ولی ما باید بتونیم به هم دیگه متصل بشیم.
این اتصال چجوری هندل میشه؟ لایه نتورک میاد وسط. لایه نتورک هدفش اینه که بتونه ارتباط رو end to end ایجاد بکنه. برای اینکه بتونه یک ارتباط رو end to end ایجاد بکنه، یعنی مهم نیست اون نود مبدا و نود مقصد کجاست، روی چه بستر فیزیکی، روی چه پروتکل‌های دیتا لینک سوار شدن، نیاز به یک پروتکلی داره که روی هم مبدا سوار بشه، همون مقصد سوار بشه و این دوتا مشخصات یکسانی رو برای هم ایجاد بکنن. مثلا سیستم آدرس دهی مستقل از لینک. من کلمه لینک رو به کار بردم. دقت بکنید توی مدل OSI لایه فیزیکال و لایه دیتا لینک دو لایه جداست. تو مدل TCP/IP اومدن دیدن تو محیط ریل این دوتا با هم یکی هم. مثلا وقتی ما میگیم اترنت هم شامل فیزیکال هم شامل دیتا لینکه، وقتی میگیم وای فای هم شامل فیزیکال هم شامل دیتا لینک. این که شما میتونید دیتا منتقل بکنید نشون میده که هر دوی اینها رو داره، یعنی هم فیزیکال رو در بر میگیره و هم دیتا لینک رو در بر میگیره. البته ما میتونیم اینها رو به صورت منفک شده از هم در مورد صحبت بکنیم و هم بررسی بکنیم و هم تحلیل بکنیم. یعنی ما میتونیم تو کارچبکه اترنتمون بیایم مشخصات فیزیکی رو از دیتا لینک جدا کنیم، ولی معمولا اینها رو در قالب اینترفیس شما میبینید. میگن اینترفیس اترنت یا لینک اترنت. وقتی میگن اینترفیس اترنت منظور همون دو لایه فیزیکال و لایه دیتا لینک. گاهن بهش میگن اینترفیس، به جای لینک بهش میگن اینترفیس. اینترفیس وای فای یعنی هم دو لایه فیزیکی هم لایه دیتا لینک رو پوشش بده. ما برای اینکه بتونیم یک ارتباط end to end مستقل از لایه فیزیکال و لایه دیتا لینک داشته باشیم، باید یه لایه نتورکی داشته باشیم که تو مبدا و مقصد با هم یکی باشن. معروف ترین پروتکل لایه نتورک IPه. ما میدونیم تقریبا تو اینترنت همه لایه نتورک IP دارن. هر کی ویندوز داره، هر کی لینوکس داره، هر کی مک داره، OSش لایه نتورکش IP داره. و این IP میتونه یک ارتباط end to end رو ایجاد بکنه. چرا میتونه؟ چون یک سیستم آدرس دهی مستقل از لینک داره. مهم نیست من مک آدرسم، اون مثلا سیستم آدرس دهی چیز دیگه است. هر دو آدرس IP داریم. برای اینکه لایه نتورک بتونه end to end ارتباط ایجاد بکنه، یک سری requirement هایی وجود داره، سری نیازهایی وجود داره که به ما اجازه میده یک ارتباط رو برقرار بکنیم. من سعی میکنم با یه مثال تقریبا این ذهنیت رو در شما ایجاد بکنم که چجوری یک ارتباط ایجاد میشود. قبل از اینکه بخوام به بحث در مورد لایه ترانسپورت و لایه های بالاتر بپردازم،